سلام دوستان وقتتون به خیر باشه من ویدیویی که امروز برای شما آماده کردم در روز سرعت اینترنته و خواهشم آجزانه ملتمسانه و نمیدونم چی همه این چی ها این هست که آقا اینو بفرستید هر کجا که میتونید بفرستید دوستان دیگری هم ببینن و اگر یه پل ارتباطی با وزارت ارتباطات با وزیر محترممان وزیر وزارت محترم ارتباطات اگر برای ایشون هم میتونید حتما ارسال بکنید یه بار ببینه شاید ویدیو اول ما نلیده و من احساس میکنم که اینها مسائلی هست و مطالبی هست که ضروری ایشون در جریانش قرار بگیره من قبلش لازم داخل پرسی یه نکته خیلی مهم بهتون بگم دوستان یک بخشی رو ما در جامعه خودمون داریم که من دوست دارم این واژه درست رو در قبال آنها به کار ببرم خر مقدس ها جامعه مذهبی نباید ناراحت بشه از اینکه آقا مثلا من دیدم بعضی دوستان میخوان بهونه بیارن آقا چرا واژه خر در کنار مقدس میاد خیلی واژه های دیگری هم هست که میتونه در کنار این واژه بیاد و به این حساب نمیشه یک تفکیکی هست بین جامعه مذهبی ما ما نمیخوام بگیم جامعه مذهبی ما این گونه فکر میکنه نمیخوام بگیم بخشی از جامعه مذهبی نمیخوام چیزهایی بگیم که خدای نکرده جامعه مذهبی بر زیر سوال پس بعد اینها یک اسمی داشته باشن و من احساس میکنم اون اسمی که علی اکبر رایفی پور استفاده کرد تحت عنوان خرمقدس ها اتفاقا دقیق انتخاب شده و اسم درستیه جمله ای است که شهید متحریب به شیوه های مختلف گفته شما اگر سخنرانی های ایشان را دنبال بکنید یه جماعتی هستن که ایشون به شدت با اینا مشکل داره و این جماعت مذهبی ها هستن بخشی از جامعه مذهبی هست من مثال اگر بخوام براتون بزنم ایشون در صحبت خودش تاکید میکنه به شدت و این تاکید میکنه یه جماعتی هستن بین مذهبی ها که اینها دایره امر به معروفشان از دکمه های مردم فراتر نمیره فقط همین دور دکمه ها و دور چهره خانم ها رو ببینن کل امر به معروف اینها همینه بعد شاید مطهری اونجا در صحبت خوش میگه اصلا امر به معروف نفهمیدن چیه بعد زمانی که امر به معروف به شیوه ای انجام میدن که اتفاقا مردم رو متنفر تر میکنه من یه وقتی تاریخ رو بررسی میکنم میگم اگر ایشان زنده میموند و اگر به شهادت نمی رسید یکی از منفورترین چهره ها در بین این جماعت خرمقدس شهید مطهری چهره ای که به شدت تلاش میکردن که ایشان را مورد حمله قرار بدن من یک ویدیو ساختم چند وقت پیش درباره سرعت اینترنت در ایران دیدم که همین جماعت خر مقدس اومدن گفتن که آقا اولویت های کشور ایشان نمیفهمه وای نشسته درباره اینترنت صحبت ساخته گفتم خیلی خوب حالا شاید مثلا نمیفهمن متوجه نیست یا شاید ما اصلا اولویت ها رو فهمیدیم بریم جلو ببینیم چی میشه دیدم اخیرا دوستان من گفتن که آقا همین جماعت خر مقدسی که این حرفا رو در روش زدن اومدن فریاد زدن که چه نشسته ای سرعت اینترنت پایینه و این خطرناکه اون چجوری شد سرعت اینترنت قبلش که گفتید که چرا این برنامه ها ساخته میشه اینا اولویت کشور الان شد اولویت کشور نه اولویت کشور بود شما اولویت ها رو دیر میفهمید دوستان عزیز مهمترین خطری که وطن شما رو میتونه تهدید بکنه خر مقدس ها هستن بارها شهید مطهری رو گفته گفته من از بابت این جماعت میترسم نه آمریکا میتونه به شما ضربه بزنه نه دیگر کشورها این جماعت هستن که اگر بابتشون هوشیار نشید اگر جامعه مذهبی شما بابت اینها هوشیار نشه اگر حوزه علمیه قوم نسبت به اینها ابراز نگرانی نکنه اگر بزرگترهای مذهبی قوم به اینها همچنان بوجه بدن اینها درگیر کارهای خودشان باشن به اسم دفاع از مذهب چرت و پرت های منتشر بکنن که من حاضرم بشینم اینجا گفتگو کنم به خیلی که اینا جز پیامد منفی بر ما هیچی نداشته جز متنفر کردن از مذهب تولیات شما این چیز دیگه نداشته و این جماعت همینطور به همین مسیر ادامه میدن و برای کشور پیامد خواهد داشت حالا ببینید من این جمله رو کی گفتم چرا دارم به این اشاره میکنم نه فقط به خاطر اینکه آن موقع این جماعت ما را نمیفهمیدن میگفتن که چرا در به اینترنت صحبت میکنید مگه نیاز کشوره الان خودشون دارن سوال نه من بحثم نیست بس بحث فراتره شاید در کنار وزیر محترم ارتباطات ما من دارم این شکلی برداشت میکنم ادعی باشن که مسائل رو به شیوهی بهش توضیح میدن که اون هم مثل اینا داره داستان رو میفهمه یعنی آقای وزیر من قبلا توی ویدیو گفتم گفتم که اگر یه نفر باشه که من بتونم بگم این میتونه دولت رئیسی رو زمین بزنه و منفورش بکنه نه آمریکا نه اسرائیل نه اون خود شمایی وزیر محترم ارتباطات خود شمایی نمیدونم مشاورین اطراف شما به شما به شیوهی مثلا مشاوره میدن که شما فکر میکنی اینو اولویت جامعه نیست که اگر اینجوری باشه من جا داره یادآوری کنم خر مقدس هایی که خودشون هم دارن تو این قضیه آسیب میبینن الان صورت اینترنت اونا دارن به شما مشاوره میدن بفهم عزیز من بیا فاصله بگیر یه مقدار قضیه رو هوشیارانه تر ببین من یه بار سعی میکنم به زبون خودم برای شما توضیح بدم برای شخص وزیر ارتباطات شاید فهمید الان چه خبره ما نگرانم از چه بابتیه آیه محترم مردم سرعت اینترنت رو و مسئله اینترنت رو از همه چیز سریعتر میفهمن حتی از معیشتشون و حتی از جیبشون من برای شما مثال میزنم در لبنان فکر میکنم سال 2019 بود 18 اکتبر تصمیم میگیرن یه تعرفه ای رو در نظر بگیرن برای واتساپ و یه سال دیگه از پیام رسان ها 18 اکتبر در رسانهاشون اعلام میشه 19 اکتبر مردم میریزن کف خیابون از ده صبح تقریبا همه مراکز در لبنان رو با آتش میکشن و بعد لبنان میره به سمت یک بحران فاجعه‌باری دولت عوض میشه مقام اول تغییر میکنه بی دولتی اتفاق میفته کشور میره به یک سمت فاجعه ارتش میاد در خیابان ها نبره دفاع از وطن برای حفظ کشور در مقابل مردم خودش ارتش در مقابل مردم به خاطر واتساپ به خاطر واتساپ آیا شما نمیدونید در دنیا چه خبره یا مثلا چیزهایی از این دست نشیده اید یا مثلا اخبار لبنان و دیگر نقاط به گوش شما نرسیده ماجرای واتساپ تا برای شما بیان نشده یا خبر داری اگه خبر داری بحث اینترنت مهمه مردم دارن کلافه میشن مردم دارن عصبی میشن ما یه بار تقریبا دو سه ماه پیش گفتیم یک رئیس جمهور محترمی الان سر کاره که من به شدت از بخش قابل توجهی از اقداماتش حمایت میکنم حمایت میکنم همچنان ترجیح میدم که حمایت کنم از این دولته این رئیس جمهور محترم یک جمله ای رو در انتخابات ایران گفت در بحث انتخابات ریاست در مناظره ها که من از بقیه نشیدم تا اصلا ندیدم کسی تو ایران چیزا رو بفهمه برش اهمیت قائل باشه و اونم این بود که آقا یک جمعیت چند میلیونی تو ایران هستن اینا دارن گیم آنلاین بازی میکنن باید برای سرعت اینترنت فکری کرد که اینها وضعیتشون در این قضیه بهتر باشه آقای رئیسی که اومد روی کار این مسئله براش مهم بود آقای رئیسی که اومد روی کار این مسئله دغدغش بوده یک وزیری الان ایشان داره که این وزیری داره خلاف رئیس جمهور عمل میکنه حالا شما ممکنه میگی نه من دارم یه سری اقدامات انجام میدم جی میخوام مردم رو بیارم تو پیام رسانه‌های داخلی من اصلا کاری ندارم چیکار داری انجام میدی وضعیت اینترنت رو شما نگاه بکنید و واژه هایی که مردم به کار میبرن واژه های نامحترمانه که مردم به بهانه سرعت اینترنت خطاب خیلی ها به کار میبرن شما با همین حرکت ساده باور مردم داری ازشون میگیری و من یاد ماجرای لبنان میفتم از هر زاویه نگاه میکنم یاد ماجرای لبنان میفتم فقط دو سه جمله میخوام بگم بعدش میخوام خب جمع ببین یه دولتی اومد روی کار گفتیم که این دولت دولت انقلابیه یه وزیر اومد روی کار تو این دولته که من بارها گفتم یه نفر میتونه به این دولت ضرر بزنه اونم شخص شمایی اون وزیر ارتباطاته و به شما فکر نکن مردم یادشون میره سرعت اینترنت و روند امروز این چیزایی نیست که فراموش بشه اگر فراموش نشه فردا شما توی دنیای سیاست در ایران هر اثر نظری بکنی مثبت یا منفی اون روی مردم اثر داره چطوری مردم یعنی همونی که رفتارشون شکلی بود پس اگر حرف مثبت بزنی یه بخشی از جامعه خلافش رو میتونه برداشت بکنه الان دقت بکن سود اینترنشنال ها وقتی میخوان حاکمیت رو به چالش بکشن نگاه میکنن ببینن که کدوم شخص هست که مقبولیت اجتماعی نداره بعد اصلا نظر مثبت کرده اون رو اصلا نظر مصفتش رو میان با عکس خودش منتشر میکنن جامعه نسبت به اون حرف مثبت دیده منفی پیدا میکنه اگر یک آدم در دنیای سیاست به این نقطه برسه که کاراکتر منفی بشه دیگه در دنیای سیاست آینده مثبتی رو نمیشه شریف کرد شما الان باید در بحث اینترنت یه کاری بکنی هم اگر دولت برات مهمه هم اگر دغدغه جامعه برات مهمه هم اگر آینده سیاسی خود برات مهمه اگرم نه یک فردی بودی در این جامعه گفتی که خب همین وزیر روشن برام کافی که خب دمت گرم برو جلو ببینیم که این ماجرا به کجا میرسه اگر میبینید من ناراحت هستم اگر میبینید من عصبانی هستم به خاطر این هست که بارها خدمت شما با ادبیات مختلف سعی کردم در برنامه ها می رو بگم نمیدونم به گوش شما رسونن یا نه چون شما که من شبکه شما رو خوب رصد میکنم اگر به گوش شما رسونده باشن من بارها توضیح دادم ببین آقا یک سود اینترنشنال و رسانه‌ای از این دست هستن که دارن خارج از کشور تولید محتوا میکنن علیه باورهای مردم خیلی هم قوی دارن کار میکنن خیلی هم هوشمندانه دارن کار میکنن سرعت آپلودشون فوق العاده بالا اصلا ویدیو رو میذارن سه سود توی اینترنت من تحلیلگر توی ایران نشستم انتظار داشتم یه دولتی بیاد روی کار که این دولته یک وزیر ارتباطات با غیرتی داشته باشه اولا باورها نسبت به اون وزیر قبلی رو به طور کامل عوض کنه یعنی آقا این چیزایی که شما در خصوص این آدم شنیدین و این روند مثبتی که سعی میکرد نشون بده نه این خیلی صحیح نیست روند مثبت اینه این این که من دارم انجام میدم خدمات اینه این 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 که من دارم انجام ما انتظارش میگه همچین کسی بیاد که اون باور شکسته بشه متأسفانه برعکسش داره اتفاق میفته انتظارش میگه اتفاق دیگه بیفته انتظارش که یک وزارت ارتباطاتی بیاد بیل خب با من رفتم بررسی کردم 50 تا آدمن اینا دارن تو فاز مجازی به وطن خدمت می‌کنن برای سایت اینترنتی یه فکر ویژتری بکنم نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه سرعت اینترنت مردم با چالش جدی روبرو شده من خودم الان به عنوان یه برنامه‌ساز کار انجام میدیم تدوین همه چی انج... الان رفقا میدونن سرعت صورت... سرعت که نه زمان آپلود ما رفته ساعت 4 به بعد ما قبلا قبل دو اینا رو همه رو آپلود میکردیم برای شما سعی میکردیم تا 11 12 تمومش کنیم شما خواب نمونید فردا الان سرعت زمان آپلود ما رفته ساعت 4 به بعد یک ساعت ما باید آقا این ویدیو ان که آپلود بشه خیلی هم دعای خیر میکنیم این روزها برای خانواده محترم وزیر از مسئولان من سریح لازم بگم کاری که مردم و دیگر دارم کار ما هم داریم انجام میدیم و باید ساعت ها که این آپلود بشه این خدا یا این آپلود بشه خدا یا سونترشن محتواش رفت اون یکی رفت اون یکی رفت من میخوام یه حرف مثبت بزنم به نفع وطنم میخوام بزنم آپلود نمیشه چرا چون من تو ایران دارم از اینترنت استفاده می‌کنم؟ که وزارت محترم ارتباطات ترجیح داده روندش این شکلی باشه به حالا شما هر چقدر بیا بگی سرعت پایین نرفته بلکه بالاتر نرفته من یه حرف این شکلی شنیدم من شما میزدن هر چی حرف این شکلی آقا قابل قبول نیست یا تو این جامعه زندگی نمی کنی یا تو این جامعه زندگی می کنی یه سری آدم دارن بهت مشاوره میدن که تو یه کارهایی بکنی که از این شخص شما میدی از اینش دولت رئیسی میده از تفکر انقلابی میده اون کسی که سرعت اینترنت رو میفهمه اون کسی که داره کلافه میشه هر روز توی شبکه اجتماعی داره عصبی میشه اون کسی که چالش های از این دست رو داره نگاهش و باورش نسبت به اینها تغییر میکنه من الان اگر یه اصلاح باشم میخوام دوره بعدی توی انتخابات رای بیارم میگم بسم الله الرحمن الرحیم مردم ورزشگاه رفتن خانم که اصلا دروغه تو دولت اینا انجام شد نمایشی بود کارهای مصوبه همه نمایشی بود ببین اینا آزادی رو از شما میگیرن مجبورت میکنن کلافه بشی میخوای بهت ثابت سرعت اینترنت آقا شما داری یک کاری میکنی یک رزومه آماده میکنی یه چیزی آماده میکنی که او دستش در انتخابات بعدی پر باشه من از این وقت ابراز نگرانی میکنم اگر در بین رفقای انقلابی ما کسی هست که این مسئله رو میفهمه ایشان رو مورد خطاب قرار دهید نذارید فقط ما باشیم نذارید فقط یک نفر بیاد فریاد بزنه و ایشان رو مورد خطاب قرار دهید ببینید چه خبره شما به عنوان وزیر میخوای پاسخگو باشی یا نه اصلا آقا به من ربطی نداره یه شورایی هست اونجا برای شو... برای صورت اونجا تصمیم میگیره آقا قبلا این اتفاق میافتاد ما وزیرمون رو خطاب قرار میدادیم مشکل حل میشد من الان شما رو دارم خطاب قرار میدم برو با اون شورای خودت صحبت کن برو خودت پیگیر شو مشکل حلش بکن مشکل حل بکنی تا به یاری خدا جامعه بتواند نگاه مثبتی نسبت به شما داشته باشد و یه بار دیگه تاکید میکنم در دولت آقای رئیسی هم اگر کسی حرف من رو میشنوه اگر کسی مشاور هست آقای محترم این وزارت ارتباطات با این روندی که در پیش گرفته برای نابود کردن اعتبار شما کافی ها فردا نگید که نه اصلا تو دولت خودمون به تو ربطی نداره نه باورها وقتی نساد دولت شما به هم بریزه نسبت به جریان انقلابی و اون کسانی که دعوت کردم به رأی به این دولت به هم بریزه رب داره همه چیز رب داره باورها نسبت به حاکمیت به هم مردم کلافه میشن مردم عصبی میشن برای این قضیه بود یه فکر اساسی انجام بشه من نکته دیگه ندارم وظیفه می‌دونستم این رو بسازم یه سری رفقای الان بخش قابل از گیم آنلاینه تو کامنت ها بارها به من گفتم بهش اشاره بشه گفتم من ویدیو اختصاصی میسازم جمعیتشون یکی دو تا نیست میلیون ها نفرن اونطوری که آقای رئیسی توی مناظره انتخاب درست گفت عدد دیگه میلیون ها نفرن دارن گیم آنلاین انجام میدن بخششون هم گزارشگاهشون شما میتونی ببینی به یه سطحی رسیدن به یه جایگاهی رسیدن که بعضیشون میتونن برن در مسابقات بین المللی پرچم ایرانو ببرن بالا و نه تنها ما فکر مثبتی برای اینها نکردیم راهکاری برای اینها نداشتیم بلکه اینها رو کلافه ترشون کردیم نکته دیگه ندارم اگر احساس کنید نکته هست حتما تو این ویدیوها تو کامنت ها اضافه بکنید و درخواستم این از این ویدیو رو کمک کنید بقیه هم ببینن دیگرانی هم این ویدیو رو ببینن بلکه برسه به دست وزیر محترم ارتباطات اگر پاسخی داشتین یا اگر سرعت اینترنت بهتر شد من حتما میام در حمایت از شخص شما ویدیو میسازم آقای وزیر اگر پاسخ قانع کننده ای داشتی که پاسخ نیستی که شما بخواید مثل اون دفعه گوشی بگیری جلو رو بگی ببین سرعت خوبه سرعت خوب نیست عزیز دلم سرعت خوب نیست اگر اتفاق مثبتی در حوزه سرعت اینترنت بیفته بنده میام در حمایت از شما برنامه میسازم در حمایت از شما و امیدوارم اتفاق بیفته و ما شیوه دیگری را بتونیم در قبال این آقایان در پیش بگیریم اگر نکته بود در کامنت بفرستین وقتتون بخیر